به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. رهبر از به وحدت مردم افغانستان نوشته است که تفکر گروه طالبان که بر پای خشونت استوار است، تفکر نابود شدنی و ناپایدار است. اما فردای افغانستان پس از گروه طالبان زمان به ثبات و رفا می رسد که در آن همدیگر پذیری و احترام به فرهنگ ها، تنوع زبانی و فرهنگی و حقوق برابر شهروندان کشور اصل انکار ناپذیر باشد. محمد محقق رهبر از به وحدت مردم افغانستان در برگه رخنامش نوشته است ملت های جهان با همدیگر پذیری، احترام به فرهنگ ها، زبان ها، سنت ها و این های شهروندانشان به ثبات و رفا رسیدند. او در ادامه افزوده است در تازه ترین اقدام حکومت پاکستان، پخش برنامه های به زبان فارسی و گویش هزارگی را در تلویزیون دولتی آن کشور آغاز کرده است که اقدام در خور قدردانی است و از این بابت از حکومت پاکستان سپاسگزاری می نمایم. اما این سو در سرزمین ما که تکثر قومی، زبانی و فرهنگی با پشتیبانه پربار تاریخی در کنار مالکیت یک تمدن بزرگ بشری از افتخارات آن است، متاسفانه در زیر سلطه نامشروع طالبان به سرزمین حزب، سرکوب و دشمنی با فرهنگ، زبان و هویت تمدنی مبدل شده است. با آنکه همواره نهادهای امدادرسان بین المللی گفتند که وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان به ویژه ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران سبب گسترش فقر در افغانستان شده است، اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان میگوید که محدودیت‌های وضع شده توسط خارجی‌ها باعث فاجعه بشری در کشور می‌شود. حقانی این اظهارات را روز یکشنبه 3 جدید در دیدار با هیئت از بنیاد صلح سسکاوای ژاپن در کابل مطرح کرده است و تاکید کرده است نیازهای اساسی بشری افغانها باید جدا از مسائل سیاسی ارزیابی شود. مسائل سیاسی دراز مدت با گفتگو، تفاهم و روابط دو جانبه قابل حل است. در خبرنامه وزارت داخله طالبان به نقل از آتسوشی سونامی، رئیس بنیاد صلح سیسکاوای ژاپن، نیز آمده است که برای از بین رفتن شگاف موجود میان طالبان و جهان نیاز است تا نشست‌های مختلف میان سازمان‌های غیر دولتی و طالبان برگزار شود. پاکستان نشست فوق‌العاده برگزار می‌کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها قرار است که اسلام‌آباد جلسه‌ای را درباره چالش‌های سیاست خارجی از جمله مسائل افغانستان، کشمیر و غزه با حضور 20 نماینده خود در کشورهای مختلف در آینده نزدیک برگزار کند. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون که روز دوشنبه به نقل از منابعش منتشر شده، این نشست 3 روزه در هفته اول جنوری سال نو میلادی در وزارت خارجه پاکستان برگزار می شود و این کشور به همین علت سفرهای خود را از 20 کشور و سازمانهای بین المللی برای شرکت در این نشست به اسلام آباد فراخوانده است. طبق این گزارش سفیران پاکستان در آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هند، روسیه، چین، افغانستان، ایران، ترکیه و برخی دیگر از کشورها قرار است که در این نشست اشتراک کنند. و در پایان خبر وحشتناک تازه از پاکستان مخابره شد. کشته و زخمی شدن نزدیک به 1000 تن در پاکستان در یورش‌های انتحاری. مأسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان یا PICSS اعلام کرده که این کشور در سال جاری میلادی گواه بیشتر یورش‌های انتحاری پس از سال 2014 بوده است. به نقل از 8 صبح، مأسسه مطالعات درگیری و امنیتی پاکستان روز دوشنبه 25 دسامبر در گزارش گفته است که نیم از این یورش‌ها نیروهای امنیتی پاکستان را هدف قرار دادند. بر پایه این گزارش، در پی 29 یورش انتحاری بزرگ در سال 2023 در پاکستان دست کم 329 تن کشته و 582 تن دیگر زخمی شدند. این بالاترین آمار تلفات از سال 2013 است که 683 تن در 47 حمله انتحاری در آن سال در پاکستان جان باختند. این مؤسسه افزوده است که 93% حملات انتحاری در سال جاری میلادی در آن کشور افزایش یافته است. یافته های این نهاد نشان می دهد که نیروهای امنیتی پاکستان هدف اصلی این عملات بودند و غیر نظامیان دومین دسته قربانیان بزرگ را تشکیل می دهند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.